بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدیم. امروز ما در ارتباط به تایروید فانکشن تست صحبت میکنیم، یا TFT، یعنی معاینه که زیر ازی عنوان چیز به نام T3, T4 و TSH چک میشه و گفته میشه که این معاینات تست ارزیابی چی هستن؟ قده شاپرک مانند به نام تایروید هستن که در گردن واقع داره. خب ما میرم در بارزی کمه معلومات میدیم. تایروید چی هست؟ ببینیم اگه یه قسمت گردن باشه، در گردن ما قده آقیت داره، نصفش یک طرف نصفش هم دیگه طرف، شاپرک مانند به نام قده تایروید. غده تایروید یک محصول تولید میکنه به نام T3 و T4. T4 شو به نام تایروکسین هم یاد میکنه و این محصول از طریق خون انتقال میکنه به اعضای مختلف و وظایفشان را کنترل میکنه. هیچ حجره تقریبا در بدن ما نیست که زیر چی نباشه، زیر تاثیر تایروید هورمون کار نکنه، هورمون هایی که از غده تایروید تولید میشه. پس یک غده بسیار مهم است، هورمون هایش هم گروه های مهم است. میریم در ارتباط به این غده توضیحات بیشتر میدیم. ببینید اکثرا غداواتی که در بدن ماست به تنهایی کار کرده نمیتونن، باید از یک جای دیگه تنبیه شوند. در مسئله غده تایروید هم قسم است. در دماغ ما و بالاخره در قاعده دماغ ما، یک غده است به نام پیتیوتری گلند یا غده نخامیه. یه به نام ماستر گلند یا غده ارباب یاد میکنن. این ماستر است. کل غدوات دیگه بدن زیر کنترل ازی است. یک ساختمان داره، از دو قسمت ساخته شده، قسمتی که پیش روی از قدامی، قسمتی که در پشت سر از خلفی. خب از گپای اضافیش میگذریم. یک هر وقتی که امی پیتویتری گلند که در دماغ موقعیت داره تصمیم بگیره، نظر به ضرورت یک هورمون به نام TSH تولید میکنه، تایروید استیمولیتینگ هورمون. این هورمون میایه غده تایروید تنبیه میکنه که تو همون محصول خوده که T3 و T4 است تولید بکنه. و با مجرد که این محصول در داخل دوران خون بلند میره، این سبب میشه به شکل فیدبک برای دماغ بگویه که تو TSH خوده چی بکن؟ کم بساز. یعنی یا یکش دیگهش کنترل میکنه، اینه میگن فیدبک. TSH میایه سبب میشه که T3 T4 تولید شود، ای که سویش بلند رفت دوباره پس TSH نایی میکنه. ای قضیه را باید بفهمیم. اول مسئله بعدی بیاییم. غده تایروید دو رقم از دو قسم پاتولوژی ها متاثر میشه. یک، یا خودش مشکل می داشته باشه، پاتولوژی می داشته باشه که میگن پرایمری، مشکلات پرایمری. چی مشکل داره؟ مثلا زیاد کار میکنه، پرکار است. یک پاتولوژی پیدا کرده زیاد کار میکنه. خب وقتی که وظیفه غده ای است که T3 T4 تولید کنه، خیلی وقتی که پرکار باشه، یعنی هایپر تایروید باشه، هایپر تایرویدیزم باشه، پرکاریش هایپر تایرویدیزم میگن. به این معناست که وقتی غده زیاد کار کنه، خب زیاد محصول تولید میکنه و محصولش میشه نامش T3 و T4. ایناله به مجرد به هر اندازه که T3 T4 در داخل دوران خون ما زیاد شوه، این میره به دماغ یک فیدبک میده. دماغ چی میگه؟ ما به اندازه کافی چی داریم؟
تیتری تی فور داره. دیگه تو چی؟ تیسچ تولید نکو، ضرورت به تنبیه تو نیست. در نتیجه سویه تیسچ چی میشه؟ پایان میه. یعنی اگه یک جاغور پرکار باشه، به هر اندازه که تیتری تی فور یعنی هورمون زیاد تولید کنه، به هر اندازه که تیتری تی فور زیاد شوه، به مو اندازه میره، سبب میشه که خود پیتویتری گلند به مو اندازه تیتری تیسچ چی کار کنه؟ کم تولید کنه. یعنی اگر یک نفر پرایمری هایپر پاراتیرویدیزم داشته باشه که خود مشکل داره، در نتیجه مقدار زیاد تیتری تی فور تولید میکنه، این به شکل فیدبک سبب میشه تیسچ سویش به اندازه کافی پایان باشه. این یک حالت. حالت دیگر را در نظر میگیریم. حالت دیگر را در نظر میگیریم که این غده، این غده تایروید گلند کست کمکار باشه، سعی کم کار بکنه، مثلا فولیکولاش مشکل داشته باشه، تخریب شده باشه، سعی کار نکنه، کم کار بکنه، یعنی هایپو تایرویدیزم داشته باشه. وقتی که هایپو تایرویدیزم بنابر مشکلات خود پیدا میشه، این را میگن پرایمری هایپو پاراتیرویدیزم، یعنی مشکل در خود غده است. خب این غده وظیفه‌اش چی بود؟ تیتری تی فور تولید کنه. حالا که کم کار است چی کار میکنه؟ تیتری تی فور کم تولید میکنه. به مجردی که در داخل دوران خون ما امی تیتری تی فور کم شود، خب یک فیدبک، یک سیگنال است. این سیگنال است برای پیتویتری گلند ما. پیتویتری گلند هر وقت وظیفه‌اش همی است که برای تیتری تی فور را سویش بلند بکنه. با مجرد اینکه تیتری تی فور در اثر کمکاری خود تایروید کم میشه، این یک فیدبک است. فیدبک میره در دماغ، پیتویتری رو میگه که چی؟ تیتری تی فور کم است داخل دوران. پیتویتری فکر میکنه که خیحت من مشکل در کجاست؟ مشکل در تایروید گلند است، تنبه نمیشه. تیز کردم مقدار زیاد TSH تولید میکنم. به هر اندازه که تیتری تیفور داخل دوران خون کم شوه و این مشکل خود غده تایروید باشه، به مو اندازه پیتویتری مقدار بیشتر TSH می سازه. و هدفش چیست؟ هدفش چیست که بیایه این غده را تنبیه کنه که تیتری تیفور بسازه، ولی خبر نداره که غده ظرفیتش کم شده. هر قدر که تنبیه بکنه جبران نمیشه. خیلی میگن پرایمری هایپو پاراتیرویدیزم. یعنی یک ده هایپر پاراتیرویدیزم چی است؟ تیتری تی فور زیاد است ولی تی اس اچ کم. و ده هایپو پاراتیرویدیزم پرایمری، ده پرایمری هایپو پاراتیرویدیزم چی است؟ تایروید کم، هایپو تایرویدیزم، تایروید تیتری تی فور کم تولید میشه و دماغ فکر میکنه کم است، چیکار کنم بیا زیاد تی اس اچ تولید کنم. خب این مسئله بعض وقتا بر محصلین یک مشکل خلق میکنه. یک مریض میبینن که معاینه TSH آمده مثال 25، باز رنج سیل میکنن نشته از مثلا که 2 تا 4 مثال، یا 0.4 تا 4، مثلا 0.4 تا 4 نشته است. خب TSH که زیاد است فکر میکنن تایروید استیمولیتینگ هورمون، هورمونی که تایروید تنبه میکنه زیاد است. خیلی زیاد است، حتما تایروید پرکار است. این اشتباهشان است. اشتباهشان در کجاست؟ که TSH که است این هورمون نیست که از غده تایروید تولید شود. از غده تایروید فقط تیتری تی فور تولید میشه. اینمی دودانه اگر زیاد بود تو میگی پرکار است. اگر ایره سویش چک کدی و بلند است میگی پروکار است. TSH چی است؟ TSH از پیتویتری تولید میشه که ایره تنبیه بکنه، به مجرد که تنبیه کد تیتری تی فور زیاد شدی پس پایان میه. یعنی ای به اساس میکانیزم فیدبک کار میکنه. یعنی در صورت که غده به شکل پرایمری مشکل داشته باشه، بلند بودن TSH مانامیته تایروید کمکار است، کم بودنش مانا میده تایروید پرکار است. ان شاء الله تا اینجا گرفته باشین. حالا میریم دو تا مثال دیگه هم میتیم برای شما. بعض وقتا مشکل دیگه جای است. غده پیتویتری یا نخامیه
پیتویتری گلند پیتویتری گلند مشکل داره. چیز مشکلش؟ تومور داره. تومور داره. یک تومور داره. و این تومور مقدار زیاد TSH تولید میکنه. و چون مقدار زیاد TSH تولید میکنه این سبب میشه که مقدار زیاد T3 T4 داخل دوران خون شود. این حال در مسئله تومور به اندازه ماده افرازی زیاد می باشه که دیگه قضیه فیدبک و یا برش جواب نمیده. یعنی به هر اندازه که T3 T4 زیاد شود اینجا فیدبک داده نمیتونه. مانع شده نمیتونه چون این نسج نرمال نیست، تومور است. یعنی اگه یک پیتویتری تومور داشته باشه و در اثر تومور از او این هورمون به نام TSH زیاد تولید شود، باز در او صورت فیدبک میکانیزمش کار نمیکنه. یعنی هر اندازه که TSH زیاد شود به مو اندازه T3 T4 هم زیاد میشه. یعنی ما میتونیم داشته باشیم در یک مریض هم TSH شه بلند داشته باشیم و هم T3 T4 شه بلند داشته باشیم. این نشانه از چی است؟ نشانه از این است که او غده که تنبه میکنه تومور داره یا کدام پاتولوژی داره زیاد TSH تولید میکنه و تومور است و فیدبک جواب نمیده. بازی رو میگیم سکندری هایپر پاراتایرویدیزم یا نه غده تایروید پرکار است خو خودش مشکل نداره، مشکلی است که زیاد تنبه میشه. هایپر پارا تایرویدیزم. عکس مسئله رو ببینیم. برعکس مسئله را یک کسی پیتویتری گلندش سکته کده، یک کسی پیتویتری گلندش سکته کده، خون برش نرسیده سکته کده. اینا رو چی میشه؟ وقتی که سکته کنه تخریب شود دیگه TSH تولید نمیکنه. وقتی که TSH نباشه با غده تایروید تنبه نمیه، تنبه که نامد دیگه T3 T4 تولید کده نمیتونه. بازم چون خود غده مشکل نداره، مشکل در جای دیگه است، اینه میگن سکندری هایپوپاراتایرویدیزم. در این صورت ما هم TSH کم می داشته باشیم هم T3 T4. یعنی پس ایره باید شما متوجه باشین که ما ماینات لابراتوار معمولترین ماینه که می بر مریض انجام بدیم خود TSH است. چون معمولا کس در پیتویتری خود تومور نمی داشته باشه و معمولا پیتویتری سکته نمی داشته باشه، یعنی معمولا یک نفر جا تایرویدش پرکار است به خاطر که غده تایروید مشکل داره، معمولا این اتفاق است. به همین خاطر وقتی که T3 T4 سویج داخل دوران خون زیاد میشه، بازی یک فیدبک میده دماغ، TSH سویج کم میشه. ایره باز ما میگیم این پرایمری هایپر پاراتایرویدیسم است و ای توکم میکنیم هر کسی را که TSH بسیار زیاد پایان میبینیم میگیم این چی است؟ چرا TSH پایان آمده؟ اتمن T3 T4 بلند بوده که فیدبک داده که T3 T4 TSH پایان بیاره. خب یعنی T3 T4 که بلند باشه هایپر پاراتایرویدیسم است. یعنی خود TSH معاینه معمول به خاطری است که دو تا نتیجه را به ما نشان میده. یعنی پایان بودن TSH معمولا ایتو مانا میده که T3 T4 پیش شخص بلند است. یعنی که یک معاینه ما در حقیقت دو نتیجه را میفهمیم. و برعکس مثلا بعض وقتا این قسم می باشه یک مریض میاد TSHش بسیار بلند است. از روی ازی چی میگیم؟ پیش خود چرت میزنیم خب TSH که بلند است اطمان T3 T4 بسیار کم است که بدن مجبور شده فیدبک به شکل فیدبک TSH خود بسیار زیاد بلند ببره. اطمان T3 یعنی اطمان شخص هایپو تایرویدیزم داره. به میخاطر چون ای TSH زیاد ما استفاده میشه چون دو نتیجه را بر ما میده. ولی همیشه باید اعراض و علائم مریض ما را بر ما کمی کمک کننده باشه. گاهی وقتای دو میشه که چی؟ مشکل در پیتویتری گلند است. پیتویتری گلند TSH تولید نمیکنه. وقتی که تولید نکنه T3 T4 هم ساخته نمیشه. بازی سکندری هایپوتایرویدیزم. بعض وقتا میتونه باشه که ای پیتویتری گلند تومور داره. تومور که داشته باشه مقدار زیاد T3 T4 تولید میکنه و
باشن تی اس اچ تولید میکنه و او سبب میشه این مقدار زیاد تی 3 تی 4 تولید شوه که ای با سکندری هایپو و هایپر پارا هایپر تایرویدیسم میشه.